سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده امیدوارم هر که و در هر کجا که هستید و به این پادکست گوش میدید حالتون خوب باشه من الیاس هستم و اولین قسمت از پادکست لایف استایل رو تقدیم حضورتون می این پادکست به صورت اختصاصی از شنوتو منتشر میشه و از طریق وبسایت و اپلیکیشن شنوتو در دسترس شما است. شما چقدر به لایف استایل یا در واقع سبک زندگی خودتون اهمیت میدید؟ آیا یک برنامه مدونی برای خودتون تدارک دیدید که بر اساس اون بخواید زندگی خودتون رو بچینید، سر یک ساعت ورزش کنید، مطالعه داشته باشید، چطور غذا بخورید، چه کارهایی رو انجام بدید، چه کارهایی رو انجام ندید؟ آیا برای خودتون همچون برنامه دارید؟ اصلا میدونید لایف استایل یا سبک زندگی چیه؟ خب با همین شروع میکنیم لایف استایل چیه؟ سبک زندگی یا سبک روزانه یا همون لایف استایل میتونه به علائق و نظرات و رفتارها و جهدگیری رفتاری یک فرد یک گروه یا فرهنگ اشاره کنه و این به معنی شیوه زندگی خاص اون فرد گروه یا جامعه است این اصطلاح اولین بار توسط یک روانشناس اتریشی به اسم آلفرد آدلر استفاده شد. فرهنگ آکسفورد سبک زندگی رو راه های گوناگون زندگی فرد یا یک گروه میدونه و فرهنگ لانگمن اون رو راه یا سبکی برای زیستن یا زندگی کردن تعریف میکنه. از نظر آسابرگر سبک زندگی مد یا حالت زندگی فرده. با در نظر داشتن این تعریف که خدمتون ارز کردم ما بنابراین با یک واژه بسیار بزرگ و فراگیری روبرو هستیم که از سلیقه فرد در زمینه نوع غذا خوردن پوشش آرایش مو سرگرمی ها تفریح کار شغل هنر همه اینها رو شامل میشه در زبانهای مختلف از ترکیب لایف استایل یا سبک زندگی به شکلهای گوناگون و مختلف یاد شده در زبان انگلیسی به شکل لایف استایل اور استایل of لایف لیوینگ استفاده شده حالا سبک زندگی به صورت لغوی یعنی چی؟ معنای لغوی کلمه زندگی که مشخصه روشنه اما در تعریف واژه سبک توی لغتنامه ها معناهای متفاوتی هست سه روی کرد در تعریف ارائه شده از سبک مشاهده میشه یک تعریفی که بر ویژگی های زیبایی شناختی سبک تکیه دارن مثل رفتار یا کیفیت برتر توی ظاهر یک طراحی دو تعریفی که بر جنبه تمایز بخشی سبک تاکید دارند و سبک رو ویژگی برای نشون دادن برتری میدونند مثل اجرا یا انجام یک سری کارهایی که فرد یا یک گروهی رو اون ویژگی های اون فرد یا گروه رو در واقع تمیز میده متفاوت میکنه مشخص میکنه یعنی اون ویژگی ها رو بولد نشون میده سه تعریفی که تجسم امروزین سبک یا استایل رو در بر میگیره خصوصا اون ابعاد تجملیش رو مثل برتری مد مدهای زودگذر یا حالا هوس و میل مفرت به ولخرجی تجمل اینم یک نوع از سبکه پس اگه بخوام یه معنای کلی دوباره در رابطه با سبک زندگی یا لایف استایل بدم در واقع اون شیوه متمایز هر فرد، خانواده، گروه یا فرهنگ با توجه به علایق و سلیقه هاشون رو میشه سبک زندگی در نظر گرفت بنابراین لایف استایل سطحی ترین ابعاد زندگی مثل حالا همون آرایش مو و صورتی که گفتم تا تفریحات تا پیچیده ترین اونها مثل کار شغل موقعیت های اجتماعی حتی اینکه همسر مورد علاقتون چی باشه چطور باشه هم شامل در واقع سبک زندگی یا لایف استایل میشه پس میشه اینطوری نتیجه گرفت که شیبه زندگی هر فرد یا گروهی در واقع منعکس کننده تصویر شخصی یا مفهوم خود اون فرد یا گروهه و ترکیبی از انگیزه ها، نیازها و خواسته های اون جامعه و فرد رو به معرض نمایش میگذاره. حالا اگر موافق باشید یک نگاهی به انواع شیوه های زندگی که تا حالا شناسایی شدن بندازیم شیوه زندگی فعال این شیوه بر پایه مبارزات انتخاباتی برای تغییرات اجتماعی یا سیاسی بنا شده شیوه زندگی مرتاز در این شیوه نظم و انضباط شدید ناشی از علاقه به اعتقادات مذهبی دیده میشه و این افراد معتقدند که انسان با سختی کشیدن مراتب کمال رو طی میکنه این در واقع یکی از لایف استایل هایی که تالا تا شناسایی شده شیوه زندگی مشترک توی این شیوه افراد معتقد به زندگی جمعی هستند و اغلب اعتقادی به دین و قراردادهای اجتماعی وضع شده ندارند بلکه در قالب ازدواج سفید یا ازدواج سپید یا به اصطلاح خودمون به زندگی در یک مکان با اشتراک گذاری همه چیزهایی که دارن ادامه میدن شیوه زندگی اشایری توی این سبک زندگی بدون هیچ اقامت دائمی افراد زندگی میکنن و دائما از یک مکان به یه مکان دیگه در حال حرکتن شیوه زندگی روستایی زندگی این افراد خب پایه کشاورزیه شیوه زندگی ساده که در این شیوه در واقع دارایی‌های های شخصی خودشون رو به حداقل میرسونند میرسونن برای افزایش خودکفایی این افراد معتقدن که هر روز برای روزی همون روز باید تلاش کنند کوشش کنند نه بیشتر خودشون به آب و آتیش نمیزنند شیوه زندگی سنتی به چه شکله زندگی در گروه های کوچک شکار جمعآوری همون کاری که در گذشته بوده دیگه کشاورزی ساده گله بدون داشتن رهبر به این شکل زندگی میکنن حالا سوالی که همون اول برنامه پرسیدم آیا برای خودتون یک برنامه مشخص برای لایف استایل یا سبک زندگی خودتون دارید یا نه شاید براتون جالب باشه و دوست داشته باشید این کار رو بکنید یا بهش فکر کردید ولی تا حالا به سرانجامی نرسیده ببینید انتخاب سبک یا همون شیوه زندگی ذاتیه ولی داشتن لایف استایل به افراد کمک میکنه که رشد کنن رشد بیشتری داشته باشن توی زندگی البته اگه شیوه زندگی مشخصی ندارید یا این شیوه زندگی با خواسته ها و نیازهای شما تناقض داره و از اون رضایت ندارید خب مجبور نیستید به این وضعیت ادامه بدید میتونید لایف استایل مخصوص به خودتون رو برای رسیدن به رویاهاتون به خواسته هاتون طراحی کنید گام اول چیه؟ اینه که از خودتون بپرسید در آینده من به چه چیزی میخوام دست پیدا کنم؟ هدف من برای زندگی آیندم چیه؟ توی این مرحله واقعا لازمه که ببینید در آینده قرار چطور باشید؟ گام دوم اینه که شیوه زندگی جدیدی رو برای کمک به در واقع رسیدن به اهداف خودتون انتخاب کنید یا بسازیدش یک حقیقت در رابطه با طراحی شیوه زندگی رو فراموش نکنید. اون اینه که یک رویکرد مشخص و همه جانبه برای همه افراد وجود نداره. اینکه دوستت داره اینطوری زندگی میکنه و رضایت داره دلیل بر این نیست که حتما تو هم بتونی قدم در اون سبک زندگی بگذاری و موفق بشی و خوشحال باشی و به اون نتیجه‌ای که میخوای برسی. شیوه زندگی هر کسی مختص به خودشه که نهایتا باید منجر به رسیدن به رؤیاها و خواسته هاش بشه و یه جورایی آرامش روانی رو برای اون فرد تأمین کنه البته سبک روزمره شما هم نباید به اطرافیانتون آسیب بزنه یا اونها رو محدود کنه یا از خواستهاشون دور کنه میدونین اینطوری نباشه که یک سبک زندگی رو برای خودتون در نظر بگیرید که هر روز تعدادی آدم نفرینتون کنن یا از دستتون عصبانی بشن بعد از اینکه شیبه زندگی یا لایف استایل خودتون رو انتخاب کردید باید افرادی که دیدگاه های مشابهی با شما دارن رو هم برای معاشرت انتخاب کنید یا حداقل افرادی که سبک روزمره اونها تضاد شدیدی با شما داره باشون ارتباط چندانی نداشته باشید یه خیلی از هم سبک زندگیتون دوره و فاصله داره خب شما ناچارم باید یک مقدار روابط خودتون رو کم تر کنید به اون افراد و بیشتر برید به سمت کسانی که یا دوستانی که لایف استایلشون به شما نزدیک تره یه چیز هم در نظر داشته باشید که بعضی چیزها توی سبک زندگی لایف استایلتون یه عادت هستن که به خودی خود آرامش روانی رو ایجاد میکنن و خیلی ربطی به شیوه زندگیتون ندارن مثلا خوشبینی خب توی هر لایف استایل و سبک زندگی میتونه خوب باشه برای فرد آرامش خاطر در مقام بیاره یا اینکه مثلا یکی وقتی که از خواب بیدار میشه تخت خوابش رو بلافاصله مرتب میکنه این میتونه یه آرامش رو براش به وجود بیاره یا نوع لباس پوشیدنتون ممکنه باعث خوشحالی شما بشه و در نهایت شیوه زندگی یا سبک زندگی یا لایف استایل که در واقع موضوع پادکست من هست در فعالیت ها و نگرش ها و علایق و عقاید و ارزش ها و حتی تخصیص درآمد بیان شده این همینطور نشون دهنده تصویر خود اون فرد یا مفهوم خود اون فرد یا گروه از خودشونه راهی که در واقع خودشون رو به نمایش میگذارن و معتقدن که دیگران اونها رو به این شکل میبینن سبک روزمره ترکیبی از انگیزه ها و نیازها و خواسته هاست و تحت تاثیر عواملی مثل فرهنگ و خانواده و گروه های مرجع و طبقه اجتماعی امیدوارم همیشه از تمام لحظات زندگیتون لذت ببرید و دوستش داشته باشید و سبک که زندگی رو برای خودتون تدارک دیده باشید یا دارید باش زندگی میکنید که ازش راضی هستید و رضایت خاطر و آرامش درونی رو برای شما فراهم میکنه. پادکست لایف استایل قسمت اولش رو شنیدید امیدوارم خوشتون اومده باشه حتما کامنت بگذارید لایک like کنید و برای دیگران ارسال کنید به اشتراک بگذارید و حتما 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 با این پادکست همراه باشید چون برنامه‌های مختلف و متنوعی در راستای لایف استایل شما قرار تهیه بشه لایف استایل رو به صورت اختصاصی میتونید از پلتفرم صوتی شنوتو بشنوید روزگار بر شما خوش خدا نگهدار